هر چه زمان پیش می رود اسناد و مدارک بیشتری منتشر می شود که اطلاعات محرمانه ارتباط و وابستگی های گروهک های سنی تون روی تکفیری با کشورهای حامی آنها را فاش می کند سندی که به تازگی منتشر شده نشان می دهد که قطر میلیون ها دلار به سنی های تون روی جبهه النصر در سوریه کمک کرده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد اسنادی که به دیوان عالی انگلیس ارائه شده نشان می‌دهد که قطر میلیون‌ها دلار به عناصر جبهه انصره ان در سوریه کمک کرده است روزنامه انگلیسی تایمز اعلام کرده تعدادی از اسناد ارائه شده به دیوان عالی لندن را مشاهده کرده که نشان می‌دهد سیاستمداران و بازرگانان ارشد و مؤسسات خیریه و کارکنان حکومت قطر با استفاده از دفتر شخصی شیخ تمیم بن حمد آل سانی امیر این کشور و دو بانک مهم قطر برای انتقال میلیون ها دلار به جبهه النصر به عنوان شاخه نظامی سازمان تروریستی القاعده در سوریه استفاده کرده است این گزارش ها در اسنادی آورده شده که نه شهروند سوری هفته جاری به دیوان عالی لندن ارائه و طرح دعوی کردند آنها بر این اساس که توسط قطر یا جبهه النصر متحمل خسارات مالی شکنجه بازداشت خودسرانه و تهدید به اعدام شده اند از دادگاه درخواست جبران خسارت کرده ظاهرا در اسناد ارائه شده شواهدی موجود است مبنی بر اینکه قطر توطعه ای را طراحی کرده بود تا گروه تروریستی جبهه النصر را در جریان نارامی های داخلی سوریه تحت حمایت مالی قرار دهد. همچنین در این اسناد آمده که میلیون ها دلار پول مذکور از طریق قراردادهای بیش از حد قیمت گذاری شده ساخت و ساز، خریدهای بیش از حد قیمت گذاری شده املاک و پرداختهای بیش از حد به کارگران سوری به جبهه انصر ان انتقال داده می شده است. در این اسناد همچنین آمده که بودجه مورد نظر یا به طور مستقیم به سوریه ارسال می شده و در اختیار جبهه النصر قرار می گرفته و از طریق بانک هایی به ترکیه منتقل می شده و پس از برداشت برای تحویل به این گروه تروریستی به مرزهای سوریه فرستاده می شده است. بانک ملی قطر که بزرگترین موسسه مالی غرب آسیا به حساب می آید به همراه بانک دوهه متهم به تسهیل معاملات فوق هستند گروه تروریستی جبهه النصره شاخه نظامی القاعده در سوریه همکنون در قالب گروهک هیئت تحریر و شام بر بخش از استان ادلب در شمال غرب سوریه تسلط دارد این گروه که تروریستی علا رقم تغییر چند بار نام خود و در نهایت حضور در قالب هیئت تحریر و شام همچنان به عنوان یک گروه که تروریستی شناخته می شود. محمد جولانی از اکتبر 2017 به این سو سرکردگی این گروه تروریستی را به طور رسمی بر عهده دارد.